اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM می شنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز اگر شب گرم یغما کردن است، دزدی حکام روز روشن است. پروین اعتصامی. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا، نرگس هستم و برنامه امروز 15 فروردین 95 برابر با 3 آوریل 2016 را که شامل تقویم تاریخ، مهمترین رویدادهای هفته و مصاحبه با آقای عزیز پاک‌نژاد است تقدیم حضورتون میکنم. بخش انگلیسی هم طبق معمول شامل اخبار و ترانه است که امیدوارم ما رو در این بخش نیز همراهی کنید. ابتدا تقویم تاریخ. در روز 15 فروردین 1320 پروین اعتصامی بانوی شعر و ادب ایران درگذشت. پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 در تبریز به دنیا آمد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت. پدرش یوسف اعتصام الملک آشتیانی از روشنفکران و مترجمان زمان خود بود. پروین از سالهای کودکی به شعر گفتن پرداخت و شعرهای او در مجله ادبی بهار چاپ می‌شد. پروین دردهای مردم را در شعرش انعکاس می‌داد و با فرهنگ تبعیض جنسی و عقب نگه داشتن زن ستیز برمیخواست و آنها را در شعرهایش فریاد میکرد. از جمله اشعار پروین طفل یتیم، توهیدست، تیره‌بخت، رنجبر و آشیان ویران را میتوان نام برد. امید به آینده روشن در شعرهای آرزوی پرواز و نغمه صبح پروین دیده میشود. او توان بسیار شگرف و بدیعی در استفاده از استعاره و تمثیل برای رساندن نظریاتش داشت. پروین اعتصامی در سن 35 سالگی درگذشت. در روز 15 فروردین 1374 اعتراضات مردم جنوب غربی تهران در اکبرآباد و اسلامشهر نسبت به کمبود وسایل نقلیه عمومی طی چند ساعت تبدیل به قیام بزرگی علیه رژیم حاکم و دامنه این قیام به رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد نیز کشیده شد. مردم این مناطق به هنگام اعتصاب رانندگان مینیبوس‌ها و فقدان وسیله نقلیه برای رفتن به سر کار، وقتی با بی‌اعتنایی ایادی رژیم مواجه شدند، دست به تظاهرات زده و ظرف مدت کوتاهی جمعیت آنان به 50,000 تن رسید. مردم در خیابان‌ها به راه افتاده و در مسیر خود با ارگان‌های رژیم درگیر شدند. رژیم با بسیج و اعزام شمار زیادی از پاسداران مسلح به روی تظاهرکنندگان آتش گشود و آنها را در ورودی تهران و در منطقه چهاردانگه زیر آتش سنگین هلیکوپترهای توپدار و نیروهای ویژه قرار داد. در نتیجه صدها تن از مردم جنوب شهر تهران کشته و زخمی شدند. در میان کشته شدگان تعدادی کودک خردسال 8 تا 12 ساله نیز دیده می‌شد. در 16 فروردین 1299 14 سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه، بار دیگر جنبش و قیامی در دفاع از آزادی و استقلال مردم ایران به رهبری شیخ محمد خیابانی در تبریز به پا شد. خیابانی که خود یکی از مجاهدان جنبش تبریز بود، در دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شد. خیابانی در مجلس با گسترش دیکتاتوری و سرکوب آزادی‌ها به مخالفت برخاست. دولت در نگرانی از گسترش این مبارزات مجلس را به زور سرنزه بست، اما خیابانی مرعوب نشد و به تبریز رفت و در آنجا قیام دیگری برای آزادی ایران ترتیب داد. روز 16 فروردین سال 1299 نیروهای قزاق همراه با اداره نظمیه تبریز پایگاه خیابانی را محاصره کرده، ولی مردم با حمایت از شیخ محمد خیابانی نیروهای دولتی را عقب راندند. جنبش مردم تبریز تا شهریور ماه ادامه یافت. در 23 شهریور 1299 خیابانی به دست یکی از سران قزاق کشته شد. شیخ محمد خیابانی در آخرین دقایق حیاتش گفته بود: من کشته شدن را به تاس
تسلیم ترجیح میدهم. من پیش دشمن زانو نمیزنم. من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم. انقلاب خلق هرگز خاموش نخواهد ماند. در هفتم آوریل سال 1990 دادگاه آمریکا دریاسالار جان پویندکستر رئیس شورای امنیت ملی آمریکا را در جریان افتضاح ایران کنترا مقصر شناخت و محکوم کرد. در جریان ایران کنترا فاش شد که رژیم ایران به صورت مخفیانه از آمریکا سلاح می‌خریده و پول سلاح‌ها را به حساب ضد انقلابیون نیکاراگوئه واریز می‌کرده است. همچنین این دادگاه نشان داد جریاناتی در آمریکا هستند که برای ایجاد رابطه با رژیم ایران و برای کسب سودهای کلان قوانین خود آمریکا را نیز نقض می‌کنند. در روز 19 فروردین 1390 دست کم 2500 تن از نیروهای عراقی با گردانهای زرهی، تکاور، پیاده مکانیزه، مهندسی و گردانهای واکنش سریع و ضد شورش به کمپ اشرف که پایگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود حمله کردند. ساکنین غیرمسلح اشرف با تشکیل دیوار انسانی در برابر تانک‌ها و حامی‌های نیروهای عراقی مقاومت می‌کردند. نیروهای عراقی با ورود به کمپ اشرف با تیراندازی به سوی افراد بی‌سلاح آنان را مورد هدف قرار داده و به رساندند. بیمارستان اشرف نیز به محاصره نیروهای عراقی درآمده بود و بسیاری از زخمیان امکان استفاده از دارو و مایحتاج پزشکی را از دست دادند که به درگذشت تنی چند منجر شد. در جریان حمله مرگبار نیروهای تحت امر نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق که گفته میشد به درخواست خامنه ای تن داده 35 تن از جمله 8 زن کشته شده و بیش از 200 تن زخمی شدند. یکی از زنان زخمی به نام سبا هفت برادران که در زندان اوین متولد شده بود به دلیل محدودیت های روی جان خود را از دست داد. صادق هدایت رمان نویس مشهور ایرانی در فرانسه در 19 فروردین 1329 خودکشی کرد. از صادق هدایت به عنوان یکی از پیشگامان رمان نویسی در ایران یاد می‌کنند که قدم‌های اساسی در این راه برداشت. صادق هدایت بخشی از داستان‌هایش را در محکومیت رژیم‌های فاسد و نشان دادن درد و رنج محرومان و تهی‌دستان نوشته است که حاجی آقا، علوی خانم، طلب آمرزش، میهن پرست و غیره از آن جمله‌اند. علاوه بر اینها هدایت ده‌ها داستان، مقاله و کار تحقیقی نیز از خود به جای گذاشته است. صادق هدایت در سال 1281 در تهران متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی به فرانسه رفت. او با زبان‌های فرانسه و انگلیسی آشنایی داشت و زبان پهلوی را نیز در بمبئی آموخته بود. هدایت مسافرت‌هایی به تاشکند و سایر شهرهای ازبکستان برای تحقیق پیرامون فرهنگ فارسی داشت. او در سال 1329 به پاریس رفت و پس از 4 ماه توقف در پاریس خودکشی کرد و درگذشت. صادق هدایت در گورستان پلاشز پاریس دفن گردیده است. این ای توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کند. بخش خبر رو با چند رویداد از کانادا آغاز می‌کنیم. مقامات کانادا روز سه‌شنبه اعلام کردند که بر اثر سقوط یک هواپیمای کوچک خصوصی به دلیل شرایط نامساعد جوی در نزدیکی فرودگاه جزیره مادلن ایالت کبک این کشور، ژان لاپیر وزیر پیشین حمل و نقل کانادا به همراه 6 تن دیگر از جمله تعدادی از اعضای خانواده‌اش جان خود را از دست دادند. لاپیر به همراه اعضای خانواده خود برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش عازم کبک بود. لاپیر در گذشته به عنوان مجری برنامه‌های سیاسی شبکه‌های تلویزیونی کانادا فعالیت میکرد و در دو دوره سالهای 1979 تا 1993 و 2004 تا 2007 نماینده پارلمان این کشور بود و سپس به مقام وزارت حمل و نقل کانادا برگزیده شد. جان ملکم وزیر مهاجرت کانادا گفت در پایان سال 2016 10,000 پناهنده سوریه دیگر را خواهیم پذیرفت. او پس از ملاقات با وزیر کشور آلمان گفت این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مردم کانادا شکایت کردند و گفتند کشور ما در مقایسه با کمک‌هایی که جمع‌آوری کرد تعداد کافی پناهندگان سوری را نپذیرفته است. ایرانیان آزادیخواه در اتاوا روز گذشته دوم آوریل در اولین اکسیون خود در سال 1395 در برابر پارلمان کانادا گرد آمده و نقض حقوق بشر در ایران از جمله بیش از 2000 اعدام در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، سرکوب معلمان و مزدبگیران و دانشجویان را محکوم کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. آنان با تاکید بر اینکه سیاست مماشات دست رژیم را برای جنایت‌هایش در منطقه باز خواهد گذاشت، خواستار حفاظت از ساکنان ایرانی کمپ لیبرتی در عراق شدند. چهارمین نشست امنیت اتمی با شرکت سران بیش از 50 کشور جهان در واشنگتن به کار خود پایان داد. موضوع اصلی این نشست دو روزه که بدون حضور نمایندگان رژیم ایران، روسیه و کره شمالی روز پنجشنبه 12 فروردین برگزار شد، تهدید اتمی کره شمالی و خطر دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های آلوده به مواد رادیواکتیو بود.
حسن روحانی سفر خود به اتریش را به دلیل تظاهرات مجاهدین خلق لغو کرد. در حالی که رژیم اعلام کرد لغو سفر روحانی به دلایل امنیتی بوده است، اتریش و رسانه‌های خبری بین‌المللی آن را تکذیب کردند. سپس گزارش‌های متعددی منتشر شد که روحانی به این خاطر سفرش به اتریش را لغو کرده که از برگزاری تظاهرات اعتراضی در اتریش وحشت داشته است. رئیس مجلس رژیم ایران علی لاریجانی نیز گفت که دلیل لغو سفر روحانی راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق بوده است. رژیم ایران از دولت اتریش خواسته بود تظاهرات مجاهدین در این کشور را لغو کند، اما رئیس جمهور اتریش اعلام کرد حق تظاهرات و تجمع در قانون اساسی اتریش آمده است و نمیتوان آن را ممنوع اعلام کرد. پاسدار حمیدرضا مقدم فر مشاور سرکرده سپاه پاسداران گفت اگر در سوریه و عراق با دشمن مقابله نکنیم باید در استانهای کشور خودمان بجنگیم. پاسدار یدالله جوانی مشاور خامنه‌ای در سپاه پاسداران نیز روز شنبه 14 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی آریا گفت با توجه به هوشیاری و دقت نظر مقام معظم رهبری قبل از اینکه دامنه بحران‌ها به جمهوری اسلامی کشیده شود نیروهایی که باید اقدامات لازم را انجام دهند به خصوص سپاه پاسداران فعال شدند. حضور مستشاری سپاه پاسداران در سوریه و عراق دقیقاً در همین راست است. لازم به ذکر است که خامنه ای سال گذشته در توجیه کشته شدن پاسداران در سوریه گفته بود اگر آنها که در سوریه کشته شدن نبودند دشمن می آمد داخل کشور، اگر جلویش گرفته نمی شد ما باید در اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها می جنگیدیم. ماموران نیروی انتظامی روز 13 فروردین به تجمع مدافعان محیط زیست در تهران حمله کردند. این تجمع ابتدا در ساعت 14 با ممانعت ماموران حکومتی در میدان بهارستان مواجه شد که جمعیت معترض تجمع خود را به پارک لاله انتقال دادند. ماموران انتظامی مدتی از تجمع کنندگان فیلم برداری کرده و سپس در ساعت 15:30 به آنان حمله نموده و تعدادی را دستگیر و با خود به محل نامعلومی بردند. روز شنبه 14 فروردین و در نخستین روز بعد از تعطیلات نوروزی 250 تن از کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری رژیم در قائمشهر تجمع اعتراضی برگزار کرده و به شرایط نامناسب کاری و دادن سفته و تعهد کتبی اعتراض کردند. به گفته یک کارگران این کارخانه بر اساس بخشنامه‌ای که به تازگی منتشر شده تمامی کارگرانی که از این پس در نساجی مازندران مشغول به کار می‌شوند باید سفته و تعهد کتبی ارائه کنند و این در شرایطی است که مدیریت کارخانه نساجی مازندران قصد دارد که دست کم تا پایان ماه جاری فروردین 95 فعالیت این واحد صنفی را به حالت نیمه تعطیل نگه دارد. آنچه باعث نگرانی کارگران شده تعدیل تعداد نامعلومی از کارگران با سابقه 16 سال کار می باشد که تعداد قابل توجهی از آنان در آستانه بازنشستگی هستند. بامداد شنبه 14 فروردین بازاریان بازار ماهی فروشان ساری در اولین روز از فعالیت رسمی بازار در حضور کارگزاران حکومتی از شهرداری و دریابانی این شهر دست به اعتراض زدند. این اعتراض‌ها در ادامه اعتراض کسبه این صنف و ماهیگیران در سال گذشته بود که به علت وضع قوانین غارتگرانه بر علیه کسبه این صنف و به خصوص ماهیگیران بوده است. شماری از مهمانداران خطوط هوایی فرانسه نسبت به حجاب اجباری در هنگام ورود به تهران اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 14 فروردین کریستوف پیه نماینده اتحادیه مهمانداران هواپیمایی در فرانسه گفت مهمانداران زن به طور مستمر با دفتر اتحادیه تماس می‌گیرند و می‌گویند نمی‌خواهند روسری اجباری به سر کنند. رسانه‌های فرانسوی خبر دادند طبق بخشنامه از سوی ایر فرانس از مهمانداران زن خطوط هوایی فرانسه خواسته شده است وقتی که در تهران هواپیما را ترک می‌کنند حتماً روسری به سر کنند. به اخباری از زندان‌های رژیم توجه بفرمایید. حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که از اول آبان 1386 تا کنون در زندان مرکز سنندج زندانی است، پس از 9 سال حبس همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برد. وی که پس از دستگیری بیش از 3 ماه در سلول انفرادی و تحت شکنجه‌های شدید جسمی بوده، از سوی شعبه اول دادگاه رژیم در سنندج به ریاست حسن بابایی به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و با وجود اعتراض وکلای وی حکم اعدام توسط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی آخوندها تایید شد. روز پنجشنبه 12 فروردین زندانیان خطرناک به همراه ماموران اجیر شده بند 3 سالن 8 در زندان گوهردشت کرج در یک درگیری ساختگی به زندانی سیاسی آقای ایرج حاتمی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد حمله کرده، به شدت او را کتک زدند و با تیزی بر پشت گردن و بازوی وی کشیدند. بر اساس گزارشات منتشر شده و به گواهی شاهدان صحنه، مهاجمین از سوی شکنجه‌گرانی همچون مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج و امیریان معاون زندان و مسئول بند تحریک شده بودند.
شدند. متعاقب آن برای جلوگیری از انتشار این خبر، هواخوری سالن 8 از بند 3 را در روزهای 12 و 13 فروردین باز نکردند. روز جمعه 6 فروردین مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج به زندانی سیاسی ایرج حاتمی پیشنهاد داده بود که وی را به بند 10 و بند اختصاصی و مرخصی و غیره منتقل خواهد کرد اگر اعتصاب قضایش را بشکند. در حال حاضر زندانیان سیاسی ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی کماکان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. زندانیان سیاسی سعید شیرزاد، مسعود عرب چوبدار و افشین بایوانی در زندان گوهردشت کرج در حمایت و همبستگی با اعتصاب قضای سه زندانی سیاسی ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی که پیشتر در روز یکشنبه 23 اسفند در اعتراض به انتقال ناگهانی به بندهای عمومی دست به اعتصاب قضا زده بودند و خواستار بازگشت به سالن 12 بر اساس اصل تفکیک جرایم هستند، دست به اعتصاب قضا زدند. پاسا تقی‌زاده رئیس اداره جرایم جنایی ایران شهر از پنجشنبه 12 فروردین در یک درگیری مسلحانه در این شهر کشته شد. یک درجه دار نیروی انتظامی نیست که در روز 5 فروردین در شهر رودان در استان هرمزگان مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، پس از یک هفته روز 12 فروردین در بیمارستانی در بندرعباس مرد. منابع حکومتی علت مرگ وی را شلیک ناخواسته از یک سلاح ساچمه شکاری ذکر کرده بودند، ولی سرکرده نیروی انتظامی هرمزگان ضارب را از اشرار مسلح منطقه معرفی کرد و افزود وی شناسایی شده و به دنبال دستگیری او هستند. رحیم میدانی معاون وزیر نیروی رژیم نسبت به وضعیت بحرانی آب هشدار داد و گفت وضعیت آب در 5 کلان شهر کرمان، بوشهر، شیراز، مشهد و همدان در تابستان 95 همچنان قرمز خواهد بود. به روز چهارشنبه 11 فروردین اعلام کرد این شهرها در وضعیت تنش منابع آبی قرار دارند و در کوتاه مدت نمیتوان طرح‌های بزرگ برای رفع مشکلات آنها اجرا کرد. سایت مجاهدین خلق این خبر را انتشار داده میافزاید در شرایط کنونی به دلیل بی‌کفایتی کارگزاران رژیم 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض کم آبی قرار دادند که این رقم حدود 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. عراق، اصفهان، قزوین، قم، کرج و یزد از دیگر کلان شهرهای ایران محسوب می‌شوند که در معرض بحران کم آبی قرار دارند. یک مقام قضایی دادگاهی در نیویورک به روزنامه شرق الاوسط گفت بنا به شهادت‌های داده شده در این دادگاه در مورد نقش رژیم ایران در وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 این دادگاه قصد دارد بالاترین مقامات رژیم ایران از جمله خامنه‌ای، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم و محمد باقر ذوالقعد جانشین فرمانده سپاه پاسداران به اضافه سه ارگان از جمله وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران، سپاه پاسداران و سپاه قدس را به دادگاه احضار کند. شاهدان کارشناس که در آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا کار می‌کردند شهادت دادند که همکاری سطح بالا بین عناصر از رژیم ایران و القاعده بدون رهنمایی و دستورات بالاترین مقامات حکومتی شامل رهبر رژیم علی خامنه‌ای و علی فلاحیان وزیر اطلاعات رژیم و مقامات دیگری که در شهادت‌ها از آنها نام برده شده امکان پذیر نبوده است. در این شهادت‌ها نام خامنه‌ای، فلاحیان و دیگران گفته شده که بر نقش این افراد فقط در حوادث 11 سپتامبر تاکید نشده است، بلکه در دادگاه دیگری نیز از آنها نام برده شده است. در خبر دیگر و به نقل از سعودی گزت، 3 آوریل به دنبال حمله به دفتر روزنامه الشرق الاوسط در بیروت، ژنرال دکتر عبداللطیف بن رشید الزیانی، دبیر شورای همکاری خلیج، آن حمله را محکوم کرد. وی حمله به دفتر الشرق الاوسط را حمله وحشیانه و بزدلانه علیه آزادی مطبوعات دانست. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. جهت دسترسی به آرشیو ایراوا لطفاً به وبسایت radioirava.com مراجعه بفرمایید.
ترانه که با هم شنیدیم با صدای خانم مرجان بود. متاسفانه اسم این ترانه رو نمیدونم، ولی خانم مرجان اخیراً این ترانه زیبا رو در برنامه در فرانسه اجرا کرد. بیکفایتی و سوء مدیریت رژیم آخوندها در 37 سال گذشته و با مقاصد شومی از قبیل تسخیر خاورمیانه به وسیله بمب اتمی، قشر عظیمی از مردم ایران را با مشکلات اقتصادی دست به گریبان کرده و فقر و فلاکت را در ایران توسعه داده است که همین موضوع باعث وحشت آخوندها شده. رژیمی که قرار بود حامی مستضعفان باشد، هرچند وانمود می‌کند خطر خارجی متوجه اوست، اما قشر عظیم گرسنه ایران را تهدید اصلی برای بقای خود می‌داند. توافق اتمی نیست که روحانی کلیدار نظام قول داده بود وضعیت معیشتی مردم را بهبود خواهد بخشید، عملی نشد. با ایجاد سد محکم بین‌المللی علیه دستیابی آخوندها به بمب اتمی، اینک خامنه‌ای نقشه استفاده از موشک‌های بالستیک را در سر می‌پروراند که نگرانی جامعه جهانی و سازمان ملل را به دنبال داشته است. خامنه‌ای با حمله به جناح رفسنجانی روحانی که خواهان مذاکره با آمریکاست، بار دیگر بر نیاز رژیم برای جنگ افروزی سهه گذاشت و روزگار را روزگار موشک دانست. امروز در خدمت آقای عزیزالله پاکنژاد، نویسنده و عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به سوالاتی در این مورد بپردازیم. با سلام به شما آقای عزیز پاکنژاد، خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و فکر کنم هنوز دیر نیست برای تبریکات نوروزی. سال نوتون مبارک آقای پاکنژاد. با سلام و تبریک سال نو به شما خانم غباری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا، عید همگی مبارک. آقای پاکنژاد، ماه هاست که ما شاهد اعتراضات و تظاهرات مستمر مزدبگیران در ایران از جمله کارگران، معلمان، پرستاران و اقشار مختلف مردم هستیم، ولی از زمانی که روحانی وعده داده بود با توافق اتمی تحریما لغو میشن و وضعیت معیشتی مردم بهتر خواهد شد، میبینیم که برعکس وضعیت مردم به مراتب بدتر شده. سوالی که مطرح هست این است که آیا اوج گرفتن اعتراضات مردمی همون تهدید داخلی است که این روزها مسئولین ریز درشت سپاه پاسداران از اون یاد میکنن؟ به طور مشخص اگه بخوام پاسخ بدم، اول باید بگم که خطر اصلی برای این رژیم
همیشه از طرف مردم و قیام مردمه. یه چیز عامه. موضوع بن‌بست‌های اقتصادی رژیم و فلاکتی که مردم ایران رو به اینجا کشونده یه عامل مهمی هم برای اعتراضات مردمی هست البته. این در رابطه با طرح سوال شماست، یعنی مسائل اقتصادی و بن‌بست‌های اقتصادی رژیم باعث گرونی میشه و بسیاری چیزای دیگه که عامل مهمیه برای رشد اعتراضات مردمی. اما یه مسئله هست برای بروز این اعتراضات، برای اینکه مردم بیان وسط با توجه به عوامل مختلفی که هست مخصوصا از زاویه روانشناسی اجتماعی، باید یه زمینه‌هایی هم وجود داشته باشه برای این کار که الان در حال حاضر خودش رو تو جنگ قدرت باندهای مختلف رژیم نشون میده. یعنی به طور عادی وقتی در بالا شکاف ایجاد میشه، در پایین، در میان مردم، در میان جامعه، فضا بازتر و آماده تر میشه برای قیام مردم یا اعتراضات مردم در جهت بهتر شدن وضعیت اقتصادیشون. هیچ چیزی هم اینجا من حداقل سراغ ندارم که خراب بودن وضعیت اقتصادی و اعتراضات مردم در این رابطه سرانجام به نقطه حقوق و آزادی‌های اساسی مردم برنگرده. یعنی وقتی از اینجا شروع میشه حتما به چی؟ به حقوق و آزادی‌های اساسی هم میرسه از طرف مردم. خواهان این هم هستن. این دوتا با هم پیوندشون ناگسستنیه. حرفایی که در زمینه تهدید داخلی از طرف مقامات سیاسی و به خصوص سپاه پاسداران، یعنی مقامات نظامی رژیم زده میشه، ناظر به همین شکافیه که تو بالاست. یعنی اگر این وجود نداشت ممکن بود به این شکل برخورد نکنه. روی اختلافاتی که بعد از عقب نشینی اتمی و به خصوص بعد از شکستی که آخوند خامنه‌ای یعنی ولی فقیه نظام تو این نمایش انتخابات متحمل شد، شرایط به ضرر باند ولی فقیه رقم خورده. الان صورت مسئله، اون چیزی که به اسم صورت مسئله مطرحه، روی دعوای این دو باند اصلی نظام مستواره. وقتی از نفوذ صحبت میکنن، این اخطار باند ولی فقیه به باند مقابله بهش میگه که با هر دلکی که میخوای بزنی در فکر تغییر سیاست های تاکنون نظام نباش. چرا؟ چون مردم رو این کار تشویق میکنه به دخالت بیشتر در امور نظام و نفی سیاست های سرکوبگرانه و ضد انسانی. این اختاریه که اونا میدن و این کار تاکید میکنن این خطر داره برای موجودیت نظام. تجربه‌ام دو تا مثال براتون بزنم از کاری که در رژیم در این رابطه کرده. یکی در رابطه با به اصطلاح معیشت مردم که دولت روحانی کرده، یکی هم در رابطه با اقداماتی که سپاه پاسداران یعنی نیروهای نظامی در این رابطه کردن. یعنی اصل دعواشون ببینید چجوریه. مسئله اقتصادی بسیار مهمه، همونطور که شما گفتید میتونه منشأ خیلی چیزا باشه. در سال گذشته، همین اواخر سال گذشته، اینا اومدن یه کاری کردن در رابطه با تعیین حداقل دستمزد ماهانه حدود 11 میلیون کارگر ایرانی. بله. و گفتن که این مبلغ، یعنی اون چیزی که تعیین کردن، 712424 تومان به طور دقیق. یه سری جلسه گرفتن و چونه زدن و اینا تو شورای عالی کار و بعد گفتن که برای 11 میلیون کارگر ایرانی برای سال آینده اینقدر تعیین میکنن. حق مسکن رو هم 40000 تومان حساب کردن، پایه سنوات رو هم 30000 تومان حساب کردن، حق بن کارگران رو، اون بنی که میدن برای خریدای این چنانی مثلا از فروشگاه‌های دولتی، بله، اونم در سال گذشته 80000 تومان بوده که کردنش 110000 تومان. خب همه اینا رو که جمع میزنیم بر اساس گزارش خود رسانه‌های رژیم و بخصوص اون تشکل‌های کارگری که مورد قبول رژیم هستن که اینجا یه سر مذاکره بودن، یعنی یه طرف مذاکره اونا بودن، خب آمارای رسمی دادن، گفتن سبد هزینه ماهانه یک خانواده 4 نفری در ایران بین 1,700,000 تا 2,000,000 تومانه. اون تشکل‌های دیگه کارگری که زیاد ارتباطی با رژیم ندارن این سبد هزینه رو حدود 3,000,000 تومان اعلام می‌کنه. یعنی اگر یه محاسبه سرانگشتی هم بکنیم، مجموعه این پولایی که میدن 1,000,000 تومان از حداقل دستمزد ماهانه کارگرا بیشتره. یعنی این خرجایی که اینا دارن، سبد هزینه خانواده 4 نفری، 1,000,000 تومان کم دارن برای این کار. حتی خود سایت های رژیم، یعنی اونایی که در دست رژیمه، این دستمزدی رو که شورای عالی کار اعلام کرده پایین تر از نصف خط فقر اعلام کرده. یعنی اگر خط فقر هرچی باشه، این مقدار دستمزدی رو که اینا تعیین کردن پایین تر از نصف اون خط فقر. پس بنابراین چیزهایی که در این زمینه رژیم انجام میده مسائل مردم رو حل نمیکنه، به خصوص کارگران که 11 میلیون اینجا اعلام شده.
پس بنابراین زمینه ها برای قیام و این حرفا وجود داره. حالا در مقابل اینا، همونطور که شما تو سوالتون گفتید، شرایط خیلی بدتر شده. در مقابل این ستاد کل نیروهای مسلح رژیم یه بیانیه داده به مناسبت 12 فروردین و اونجا بار دیگه مسئله نفوذ رو مطرح کرده و گفته یه عده در داخل ایران دلشون در گروه کدخدای محل، کدخدا منظورشون امریکاست و این حرفا. گفته دشمن مثلا یه ترفندهای نوینی آورده که خیلی پیچیده و فریبنده عمل میکنه و این حرفا. خلاصه به طور خیلی خاص به باند رفسنجانی روحانی اخطار داده که این بحث نفوذی که خامنه‌ای مطرح میکنه و میگه که با مذاکرات اتمی غرب قرار داشته که نفوذ کنه، داره میگه نفوذ اگر قرار باشه بشه از طرف شماست، یعنی از طرف باند مقابل. همینطور از طرفدارای خودشون حزب الله خواستن که بیان وسط و جلوگیری کنن از این کارا، یعنی از کارهایی که دولت و این باند مقابل قرار انجام بدن به دلیل اینکه قوه اجرایی دستشونه. یعنی جنگ بین این دو تا باند یه چیز واقعیه. شرایط از نظر اقتصادی هم آماده است. مردم هم به قول معروف جونشون به لبشون رسیده، منتظر هر فرصتی هستن. این مجموعه میتونه همون سوالی که شما گفتید رو پاسخ بده، به این شکل که نگرانی سپاه پاسداران، نگرانی باند خامنه‌ای و نگرانی کل رژیم در رابطه با دخالت مردم بسیار واقعیه و این حرفایی هم که میزنن از نفوذ و فلان این حرفا همش از خطر داخلی میترسه. آقای پاکنژاد، شک جامعه ایران در حال انفجار هست، اما برخی میخوان اینطور القا کنن که جامعه ایران از نظر اقتصادی در بحران به سر میبره و مشکلات و نارضایتی های سیاسی ثانوی هستن. آیا شما با این نتیجه گیری موافقی و دلیلتون رو هم میخواستم بدونم؟ من نمیدونم به چه کسایی این حرفو میزنن، ولی تو دنیای امروز همه چیز سیاسیه، یعنی با تصمیم سیاسی انجام میشه. از جمله سیاست های اقتصادی که در پیش میگیرن با تصمیمات سیاسی میگیرن، به خصوص رژیم مثل رژیم حاکم بر ایران همه چیزش از زاویه امنیتیه، از زاویه مصالح نظامه، بنابراین در تصمیم گیری های سیاسی همه چیز رو تعیین میکنن، به خصوص در رابطه با همین مسئله اقتصادی. هر بحران اقتصادی که به اعتراضات مردم منجر میشه، میدونید دیگه، وقتی یه نقطه‌ای میرسه مامورای رژیم میان و سرکوبی رو اعمال میکنن. درست. و طبیعتاً این مسئله به شعارهای ضد دولتی بدل میشه، کما اینکه تا حالا خیلی وقت پیش اومده، و اینو مسئله رو سیاسی میکنه. چرا؟ چون مردم خودشون تشنه آزادی هم هستن در این حال که میان وسط. وقتی میان وسط اصولاً اولین چیزی که تو ذهنشونه، درسته ممکنه در پوشش مسائل اقتصادی باشه، ولی مسئله آزادی یه چیزیه که از زمانی که این رژیم اومده سر کار همیشه مطرح بوده در خیابون‌ها. در اینجا یه موضوع دیگه هم که میتونم خدمتتون بگم اینه که اصولا هیچ گشایش اقتصادی بدون یک میزانی از آزادی‌های سیاسی صورت نمیگیره. درست. اقداماتی که در این رابطه از طرف هر کس صورت میگیره محکوم به شکسته. حالا این که پشت چنین استدلالی چه کسایی هستند، حالا مورد صحبت ما نیست، ولی حتما پشت چنین استدلالی هدف سیاسی هست. این حرفی که خامنه‌ای میزنه، رفسنجانی میزنه، روحانی میزنه، همین دستان در کاران نظام ولایت فقیه تو گفتن این حرف منافع داره و عواملشون در خارج کشور هم هستن. آقای دقیقاً اتفاقا می‌خواستم همین رو گفت. اونا بیشتر از همه در این مورد دخالت دارن، بیشتر از همه سینه چاک میدن و خب هر جور که آدم نگاه میکنه ببینه کار رژیم رو خیلی ساده میکنن تو این قضایا. نکته بعدی اینه که اختلافات درونی که نظام داره ماهیت اقتصادی که نداره. دقیقاً از زاویه سیاسی این اختلافات درونی نظام مطرحه، چون اونا که مردم میچاپن از نظر اقتصادی مشکلی ندارن، اگر هم داشته باشن اعتراض نمیکنن. مسئله سیاسیه. این هم وقتی هست و در جریان این جنگ درونی، مسئله اقتصادی نیست، یک مسئله سیاسیه، بازم در سطح جامعه. حالا اگر تو جامعه خودمون در جامعه ایرانی استدلال سخیفی رو که میکنن بخوایم بررسی کنیم، میبینیم منطق حاکم برای استدلالشون اینه که مینیمیزه کنند اون مسئله اصلی رو که اسمش هست سرنگونی این نظام، و در عوض چی رو ببرن بالا یا عمده کنن؟ عمده کردن اصلاح این نظام، یعنی یه نظام غیر قابل تغییر رو میخوان بگن که قابل تغییره و میشه اصلاحش کرد. اینا همش پشت همون. مثلا این اعدامای بی‌رویه‌ای که میکنن تو دوره آخوند روحانی معمولا وانمود میشه که یه عده دزد و راهزن و قاتل و متهمین مواد مخدر رو اعدام میکنن. روحانی هم میگه اینا اجرای احکام خداست و اجرای قانون اساسی و رژیم این حرفاست. خب این کارا رو اگه میکنن اجرای احکام خداست و قانون اساسی، چرا در ملأ عام انجام میدن؟ غیر از اینه که برای ایجاد رعب و وحشت، رو با وحشت ایجاد کنن، کسی جرئت نکنه بیاد خواسته سیاسی مطرح کنه.
خود زندانیان سیاسی که اعدام میشن به خاطر بیان نظراتشون برای داشتن این نظرگاهی بود، اینا که اعدام میشه چی؟ اینا هم اقتصادیه؟ اینا رو در رابطه با مسئله اقتصادی اعدام میکنن؟ یا همین تظاهراتی که تو جلوی زندان ها هست هر روزه ما میبینیم، شاهدش هستیم و خبرش رو داریم، اینا برای تامین منافع اقتصادی معترضینه؟ به هر حال تا اونجایی که به من مربوطه، به نظر من اینا همش توجیه کسایی که یا خودشون از رژیمن یا دل در گروه اصلاح این رژیم دارن و طبیعتاً بر ضد مردم همونطور که خود رژیم عمل میکنه اینا عمل میکنه. آقای پاکنجا، شما چند بار به جنگ و دعواهای درونی رژیم اشاره کردید بین باند خامنه ای و باند رفسنجانی روحانی. خامنه ای اخیراً در جمع یه سری مداح حکومتی به نظرم برای تو دهنی زدن به رفسنجانی که گفته بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها، گفت که امروز هم روزگار موشک است هم دیپلماسی. خب دیپلماسی که ما تجربه داریم تو این 30 چند سال که در فرهنگ آخوندی یعنی فریبکاری، ولی منظور خامنه ای از روزگار موشک چیه با توجه به این همه فشار و تقلایی که کردن برای رفع مسائل اتمیشون؟ در این مورد من اگه بخوام یه توضیح طولانی تری باید بدم، متاسفانه وقت نمیدارم اجازه بده یا نه، ولی به هر حال سریع میگم. ببینید چند جنبه داره این حرف خامنه ای. اولا که به باند مقابلش میگه که این راه رو ادامه خواهد داد. دومی که ابتکار عمل رو از باند مقابل میخواد بگیره. چرا؟ چون تو این نمایش انتخاباتی که برگزار کردن اون باند مقابل یه موفقیت نسبی به دست آورد، به این ترتیب که یه تعدادی از طرفداران باند ولایت فقیه رفتن به اردوی مقابل، یعنی به باند مقابل رأی دادن. به همین دلیل که همون باند مقابلش هم رو ترس میکنه و روبروی ولی فقیه وایساده و ما میبینیم دعوای مثلا روحانی با خامنه ای تبدیل شده به یه چیزی که امروز این یه چیزی میگه اون فردا یا همون روز تکذیبش میکنه و برعکس. بله. یه چیز دیگه هم هست که به نظر من، این نظر خود شخصا نظر منه، من فکر میکنم در قبال کشورهای خارجی که فشار رو زیاد کردن یه پیام جدیدی رو داره میده. این خیلی مهمه. خامنه ای اگه یادتون باشه در جریان تسلیم هسته‌ای و دادن بمب که مجر شد به رفتن زیر نظارت شهید بین‌المللی، یک دستاوردی هم به خیال خودش داشته، یعنی از زمانی که اعلام کرد حاضر به مذاکره و اینکه برنامه نظامی اتمیشو به اصطلاح تسلیم شد و داد، یعنی تصمیم گرفته بود که بده تا رسیدن به برجام و همین نتیجه‌ای که خیلی الان صحبت میشه روش، یه فرصت 2 ساله رو برای خودش خرید. در پناه این 2 سال، یعنی بین اون زمانی که گفت باشه بریم مذاکره و تسلیم تا زمانی که این برجام تسلیم شد، اینقدر کشش داد که 2 سال زمان خواهد. تو این 2 سال چیکار کرد؟ یعنی در پناه همون سیاست بسیار ننگین مماشات کشورهای غربی تونست یه هم کارهای خودش در زمینه تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه و هم در سرکوبی داخلی پیش ببره. همه رو، یعنی همه چی رو معطل مذاکرات اتمی کرد و در پناه اون کارهای دیگه‌شو پیش برد. تو موضوع موشکی که الان مطرحه هم داره همین تاکتیک رو به کار میگیره. به نظر من هدفش چیه؟ هدفش کن لم یکن کردن قطعنامه شورای امنیتی. تو شورای امنیت وقتی قطعنامه رو صادر کردن، این قطعنامه ناظر بر چی بود؟ و بر برجام بود، یعنی این که حاصل اون کار بود. همه چیز تو این قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 2231ش که انجام شد، در اونجا همه چیز رو جمع کردن. مثلا برای نقض مواردی که الان رژیم کرده، همین آزمایش موشک‌هایی که قادر به حمل سلاح اتمی هستن، یه مکانیزمی رو اونجا پیش بینی کردن به اسم مکانیزم ماشه. یعنی در تعریفش این بوده که و این هست که اگر رژیم هم چه کاری بکنه، قطعنامه رو نقض کنه، این مربوط به برجام نیست، از برجام خارجه، قطعنامه است. اگه اینو همین قطعنامه رو نقض بکنه، خود به خود تمام اون قطعنامه ها، اون 6 تا قطعنامه قبلی شورای امنیت دوباره احیا میشه و ظرف 30 روز دوباره همه تحریم ها برمیگرده. و از اون گذشته رژیم مشمول چی میشه؟ بند 7 ماده 41 منشور ملل متحد که تو اون گزینه نظامی هست، جنگ هست، که البته با مجوز شورای امنیت. خب رژیم الان میگه من این موشکایی که آزمایش کردم غیر اتمیه. مثلا همین چیزی که شما فرمودید، وقتی در جواب رفسنجانی میگه که دنیای موشک و دیپلماسی است، به نوعی همون حرف رفسنجانی رو تکرار میکنه و آمادگی خودش رو برای مذاکره در مورد موشک ها اعلام میکنه به طرفای خارج. خیلی خوب بدونه ولی فقیر که برخلاف قطعنامه شورای امنیت که گفته و تاکید کرده، رژیم موشکای بالیستیک میان برد شهاب 3 و یه موشک کوتاه برد دیگه رو به اسم قیم 1، این دوتا موشک توانایی حمل کلاه هسته‌ای دارن. این
رژیم خیلی خوب میدونه که اینا رو آزمایش کرده، همه هم میدونن. خب عمدن این اقدام رو کرده به این شکل که الان داره به دنیا میگه آقا جو قطعنامه رو ول کنی بیاید دوباره مذاکره کنیم. حرفش از دیپلماسی در بغل دنیای موشک یعنی هم. توجه میفهمید چه جوریه؟ خامنه‌ای داره میگه همون رویای اتمی رو دوباره برای خودش میخواد تداره کنه. حالا باید دید دیگه آیا دنیا میپذیره. امروز شنیدم که امروز مثل یه جلسه ای هست در شورای امنیت، نمیدونم البته درسته یا نه، اخبارش این بروبر هست که راجع به این مسئله موشک های رژیم میخوان تصمیم گیری کنن. باید حالا دید که آیا دنیا میره رو مکانیزم ماشه یا میره چی دوباره این پیام خامنه ای رو یه جوری میگیره کشش میدن، یا متحدین رژیم در اونجا مثلا تلاش خواهند کرد که باز عقب بندازن. ولی اون کاری که ولی فقید در این مورد داره میکنه به نظر من اینه، یعنی جدا از این که با توافق اتمی و همینطور نمایشی که به اسم انتخابات برگزار کرد خیلی ضعیف شد خامنه ای، واقعا ضعیف شد در درون خودش، موقعیتش تضعیف شد. الان داره مسئله موشکی رو جای اتمی قرار میده. این قدرت نمایی هم که میکنه و موشک میپرونه میخواد هر جور شده اوضاع رو اینجوری نشون بده که هنوز توانمنده و قدرت مانور داره و از ضعفی که الان در قدرت‌های بزرگ جهان میبینه داره سوء استفاده میکنه. منتها به نظر من هر جور که این کارو بکنه سرانجام یه جایی گیر میکنه. حالا بعد ببینیم نتیجه این جلسه چی میشه. آقای پایان‌نژاد، هفته پیش آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه توی یک نامه مشترک به شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالستیک رژیم رو سرپیچی از قطعنامه این شورا دونسته بودن و بان کی‌مون هم روز 11 فروردین درباره همین آزمایش‌های رژیم گفت که قدرت‌های جهان باید تصمیم بگیرن که آیا تحریم‌های تازه علیه آخوندها اعمال کنن یا نه. زمانی بود که برنامه موشکی رژیم در لابلای این مذاکرات هسته‌ای کلاً نادیده گرفته می‌شد و کسی اهمیت نمی‌داد و نگران اصلا نبود. می‌خوام بپرسم که چه عاملی باعث نگرانی‌های غربی‌ها و بان کی‌مون الان شده؟ همون جوری که میگید آقای بان کی‌مون خودش کاری از دستش بر نمیاد. این کشورهای قدرتمند جهان هستند که در اصل اونا هم امریکاست که باید در مقابل این فرصت‌های بیشماری که به رژیم آخوندها تو اون جریانات مذاکرات اتمی دادن اینجا مسئولیت به خرج بدن و اجرای توافق نامه رو به درستی به پیش ببرن. این نگرانی آقای بان کی‌مون بیان همین مسئله است که داره به کشورهای طرف رژیم داره میگه که شما الان باید بیایید و اون کاری رو که قرار بوده انجام بدید. خب در همین رابطه این جلسه امروز میگن اینجوری که معلومه در همین رابطه است. نگرانی غرب اصولا در گذشته بیشتر رو ساخت بمب اتمی بود به طور مشخص. بله. روی موشک لازمه برای حمله بمب این اهمیتش درجه دو بود در گذشته. الان مسئله بمبسازی زیر نظارت شدید قرار داره. وسیله پرداخت یا حمله بمب روی میز اومده، یعنی موشک. اونم دو تا موشک که عرض کردم خدمتتون اینا قادر به حمله کلاهک هستی هستن. این اعمالی هم که رژیم انجام داده تو آزمایش این موشک ها خب طبیعتاً غربو در مقابل این قرار میده که این شرایط بلبشویی که در منطقه هست و سوء استفاده ای که رژیم میکنه و منافعی که بسیار با هم گره خورده، منافع کشورهای منطقه، کشورهای بزرگ با هم گره خورده، اختلاف زیاده، جنگ زیاده و فلانی حرفا، این یه نگرانی رو ایجاد میکنه که رژیم باز هم داره سرپیچی میکنه و معلوم نیست چی کار میکنه. خب طبیعی هم است که اگه موشکی که قادر به حمله بمب اتمیه به هر حال امکان رژیم رو زیاد میکنه، در صورتی که وقتی رژیم اگر بر فرض تصمیم بگیره دوباره به بمب سازی این ابزارش رو فراهم میکنه. این یه چیزیه که همونقدر مهمه که مسئله اتمی رژیم مهم بوده قبلا و طبیعتاً باید برن روش، ولی حالا تو این شرایط آقای بان کی‌مون یا قدرت‌های جهان بخصوص با وجود روسیه که مخالف هر گونه تحریمیه و الان به طور صریح میگه که آزمایش موشکی هیچ ربطی به برجام و قطعنامه شورای امنیت نداره و این حرفو باید ببینیم که چی میشه، ولی نگرانیشون به جاست طبیعتاً چون این رژیمه و رژیم غیر قابل کنترله. دقیقاً، غیر قابل پیش بینی. آقای پاک‌نژاد، ما داریم می‌بینیم که واقعاً شکی هم توش نیست که رژیم با بمب‌های بسیاری روبرو هست، هم در داخل ایران و هم از نظر بین‌المللی و هم مسئله موشک‌هاش هم الان مطرح شده و دارن دنبال قضیه رو می‌گیرن. مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو رژیم توی این تشدید بمب‌های رژیم چه نقشی داشته و آیا رژیم راه فراری از این مخمصه‌های گوناگونش داره؟ ببین، نقش مقاومت ایران تو این چیزی که شما میگید به بمب‌ساز کشیدن نقش رژیم، فکر کنم از نظر من شمسی، یعنی
از روز اول تا الان این مقاومت، البته به همت سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، هم افشا کرده نقشه های شوم رژیم و در هر مرحله‌ای که شما نگاه کنید در عرض این 30 سال گذشته، 30 چند سال گذشته، وقتی یه مسئله برخلاف منافع مردم ایران بوده، برخلاف منافع عام دنیا بوده، مقاومت ایران اومده جلو و با افشای نقشه های شوم رژیم تو همه زمینا یه بنبستای غیر قابل عبوری برای رژیم ایجاد کرده. این یه واقعیت. مثلا همین زانو زدن رژیم در قضیه ساخت بمب هسته‌ای مدیون چیه؟ مدیون همین تلاش‌های مقاومت، افشاگری‌های مقاومت بوده. دقیقاً. اینو خود طرف‌های مربوطه از خارجی‌ها گرفته. اینو همه چندین بار اذعان کردن بل اجبار، بالاخره مجبور بودن بکنن. در قضیه موشکی امروز هم اگه اطلاعیه‌های مختلف دبیرخونه شورا رو نگاه کنید یا دیده باشید، مخصوصا اطلاعیه آخریشون، یه اطلاعات تازه‌ای از محل ساخت این موشک‌ها و چگونگی رابطش با کره شمالی و مسائل تکنیکی موشک، یه اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار جامعه جهانی قرار داده که خود همین مسئله این ماجراجویی رژیم رو بازم به بنبست می‌کشونه، یعنی براش مانع ایجاد میکنه. تو این اطلاعیه گفته شده که دو تا شرکت هستی که شرکت صنعت نوری و صنعت موحد، اینا اخیراً از سوی وزارت خارجه امریکا مورد تحریم قرار گرفتن و گفته که اینا وابسته به صنایع موشکی همت و اسامی همه رو، یعنی هم محل رو، هم کد شناسایی محل ساخت کلاهک اتمی رو، هم کد شناسایی محل ساخت بدنه و مونتاژ نیروهای نهایی موشک‌های شاب 3 و قدر، اینا رو مشخص کرده و بعدش هم اسامی تمام کسایی که در این، یعنی سرای این قضایا و مناطق مختلفی که درش هستند رو، اینا رو همه افشا کرده به طور دقیق و اینا رو در اختیار جامعه جهانی قرار داده. مثلا چند تا از این افشاگری‌هایی که الان مقاومت ایران کرده و تکمیل کرده بعد افشا کرده، اینا رو در سالهای قبل هم افشا کرده بود. منتها خب متاسفانه حالا علنا حداقل توجهی به اینا نشده. الان که موضوع موشکی مطرح شده، چیزی که سالها پیش مقاومت ایران گفته، دنیا روش متمرکز شده و این اطلاعات بسیار با ارزشه برای اونا، برای بن‌بست کشوندن کار رژیم. در مورد اینکه رژیم راه فراری داشته باشه، اگه منظورتون فرار از دست مقاومت ایرانه، خیر، به نظر من تا زمانی که این رژیم هست مقاومت ایران دست سرش بر نمی‌داره، ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که همه شرایط، یعنی شرایط به طور همه جانبه برای سرنگونی این نظام، البته با ارتش آزادی و ارتش قیام در داخل ایران فراهم بشه. امروز. آقای پاک‌نژاد، از وقت و توضیحاتی که دادید بسیار سپاسگزارم. سالی بسیار پربار و پیروز در کنار مقاومت ایران براتون آرزو دارم. منم برای شما موفقیت آرزو میکنم و تشکر میکنم از این وقتی که به من دادید. گفتگوی رادیو ایراوا رو شنیدید با آقای پاک‌نژاد. برای شنیدن این گفتگو و دیگر مصاحبه های ایراوا لطفاً به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی توییتر، فیسبوک، یوتیوب، ویمیو، گوگل پلاس، ساوند کلاود، پینترست و تلگرام دنبال کنید. بخش فارسی رادیو ایراوا در همین جا به پایان میرسه. بخش انگلیسی رادیو ایراوا تا چند لحظه دیگه آغاز خواهد شد. ما رو در این بخش نیز همراهی کنید. روز و هفته بسیار خوشی رو براتون آرزو دارم. زنده باد آزادی. Good afternoon. My name is Nargis and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM and RadioIrava.com. Today is April 3rd, 2016 and here is the news. Associated France Press reported a number of female Air France cabin crew are resisting an airline ruling that they should wear a headscarf while in Tehran when flights to the Iranian capital resume on April 17, a union representative told AFP on Saturday. Every day we have calls from worried female cabin crew who tell us that they do not want to wear the headscarf, said Christophe Pied of the SNPNC union, which is asking Air France management to make it voluntary measure. It is punishable by Iranian regime's law for women to appear in public uncovered. This goes for other nationalities visiting Iran and the followers of other religions as well.
According to Saudi Gazette, April 3rd, Gulf Cooperation Council, GCC, Secretary General Dr. Abdullatif bin Rashidi Al-Ziyani on Saturday denounced the attack against the Beirut office of Ashaq al-Osad Arabic Daily. He described it as a cowardly act that contradicts freedom of the press guaranteed under international law, Saudi press agency reported. He expressed his confidence in the capability of the Lebanese security authorities in uncovering the circumstances of the criminal act, arrest its perpetrators and bringing them to justice. Iranian regime's parliament speaker Ali Larijani has welcomed Rouhani's decision to cancel his state visit to Austria on March 30th, saying the reason was a planned demonstration by the Iranian opposition People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, in Vienna that prompted Rouhani to cancel his trip. Larijani said Rouhani canceled his trip because Austria ignored Tehran's request to revoke permission for the rally by the PMOI, the state-run news agency ISNA, and Tasnim reported on Saturday, April 2nd. Tasnim is the news agency of the Iranian Revolutionary Guards, IRGC, Quds Force. Supporters of the PMOI scheduled the rally in Vienna for March 30th to coincide with Rouhani's visit. Earlier, some Austrian newspapers reported that the Iranian regime asked the Austrian government to cancel all protests, a request that Vienna reportedly denied. Rouhani had been expected to visit Vienna on Wednesday and Thursday, but canceled his trip at the last minute. The Iranian protesters last Wednesday urged Austria, other European governments, and the European Union to condition their relationship with the Iranian regime on the halt to executions and human rights abuses in Iran. They pointed out over 2,300 people have been executed since Rouhani took office in 2013. Yesterday, Saturday, April 2nd, the Iranian Canadians, on their first demonstration of the Iranian calendar year in front of the Parliament Hill, protested against violations of human rights in Iran, pointing out more than 2,000 executions since Rouhani took office in 2013. They also said that appeasing the regime will lead into more chaos in the region and demanded the protection of Iranian residents at Camp Liberty in Iraq. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. Please subscribe and follow Irava on YouTube, Vimeo, Twitter, Google Plus, SoundCloud, Pinterest, Instagram, Telegram, and like us on Facebook as well.
that's it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. Please tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. on 89.1 FM, CHUO.FM, or RadioIrava.com. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. یا سو یالو کن یا